رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود: اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنه. بدانید همه عرفه بجز وادی عرنه موقف و جای استادن حجاج است، پس هیچ خصوصیتی برای مکان معینی در عرفه وجود ندارد جز اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را راهنمایی فرموده به نماندن در وادی عرنه در ایام حج. اما کوی عرفه که همچنین به نام کوی الال نیز شناخته می شود، مانند بقیه سرزمین عرفه می باشد و می توان روز حج بر آن وقوف نمود، ولی پاداش ویژه‌ای ندارد. ارتفاع این کو 65 متر است و در شرق عرفات واقع است. در بالای آن ستون بلند سفید ساخته شده است تا اینکه راهنما و دلیل برای سرزمین عرفات باشد، چون که کو در میان سرزمین عرفات واقع است و هرگز به خاطر برکت خاصی مشخص نشده است. از اشتباهاتی که رواج دارد این است که برخی مردم به این ستون دست میکشند، یا به آن نخ و پارچه میبندند، یا اینکه بر آن مینویسند، یا از سنگ و خاکش بر میدارند و چنین میپندارند که اینها نزد خدا سود میبخشد. لیکن حقیقت این است که این اعمال همه حرام است و انسان قلبش را به غیر خدا وابسته میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید: من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو رد. کسی که در امر دین چیزی بیفزاید که از آن نباشد، آن کار مردود است. یعنی اگر کسی با یک نوع عبادتی خدا را پرستش کند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را انجام نداده یا امر نکرده باشد، پس آن عمل مردود و غیر مقبول است.